سلام دوستان، به کانال دکتر سلامت در یوتیوب خوش اومدید. با ما همراه باشید. امروز قصد دارم 10 اتفاق عجیبی رو که هنگام خواب در بدن میفته رو برای شما توضیح بدم. مورد اول، بیشتر اوقات در خواب عمیق نیستیم. همه خواب ها یکسان نیستند. خواب در ابتدا بسیار سبک است و سپس آرام آرام به عمق سرزمین رویا فرو می رویم. چرخه خواب با عدم حرکت سریع چشم یا NREM مرحله اول شروع می شود. سپس به NREM 2 عمیق‌تر و عمیق‌تر NREM 3 یا خواب موج آرام می روید. بالاخره در حرکت سریع چشم یا REM فرو می آیید. این قسمت از خواب همان جاییست که بیشتر رویاها اتفاق می افتند. کل این اتفاق چیزی حدود 90 تا 120 دقیقه طول می کشد. پس در یک شب این چرخه حدود 4 الی 5 مرتبه تکرار می شود. در پایان چرخه چند ثانیه از خواب بیدار می شوید. البته ممکن است اصلا متوجه آن نشوید و دوباره چرخه تکرار می شود. دکتر سیگرید ویسی، استاد پزشکی و عصب شناسی در دانشگاه پنسیلوانیا مرکزی می گوید، همینطور که شب می گذرد مدت زمان کمتری را در مرحله سوم می گذرانید و بیشتر در REM هستید. به همین دلیل است که درست وسط یک رویای عجیب و غریب اغلب با صدای زنگ ساعتتان بیدار می شوید. مورد دوم، مغزتان خانه را تمیز می کند. مغز در تمام طول شب فعال است، مخصوصاً در بخش عمیق REM خواب، درست مانند زمانی که بیدار هستید عمل می کند. در کنار دیگر چیزها ممکن است زباله ها را بیرون بگذارد. این یکی از موارد جذاب هدف از خوابیدن است. تحقیقی که در سال 2013 انجام شد نشان داد سیستم دفع زباله مغز در طول خواب بیش از همیشه فعال است. شاید محققان به این شکل برداشت کرده اند که ما می‌خوابیم تا زمانی را برای دفع سموم جانبی که ممکن است برای من مشکل ایجاد کنند به بدن بدهیم. همچنین وقتی خوابیم مغز مشغول پیوند زدن حافظه های جدید است. ما فکر می‌کنیم مغز اطلاعاتی که در طول روز به دست آورده ایم را پردازش می‌کند و مواردی که نیازی به آنها نداریم را فیلتر می‌کند. یکی از دلایلی که خواب می‌بینیم نیز همین مسئله است. نظریه به این سمت می‌رود که شاید رابطه بین سلول‌های مغز بسته به میزان استفاده آنها در روز هنگام خواب تقویت یا تضعیف می‌شوند. وقتی اطلاعات را نیاز داشته باشیم و نخواهیم که دور ریخته شوند، رابطه که بسیار قوی می شود. مورد سوم، ضربان قلب و نفستان کن می شود. گاهی در خواب حس می کنید که هیچ یک از عضلات را نمی توانید تکان دهید. دلیلش این است که تمام فرآیندهای طبیعی فیزیولوژیکی بدن کند شده است، مانند تعداد تنفس در دقیقه یا سرعت ضربان قلب. حتی در خواب عضلات و ارگان‌های بدن سرد می‌شوند. در طول شب روده کند می‌شود و کبد که در طول بیداری مشغول سم‌زدایی بوده است هنگام خواب شروع به ساخت و ساز می‌کند. مقدار آدرنالینی که وارد رگ‌ها می‌شود نیز بسیار کم می‌شود، چون هنگام خواب نیازی به آماده باش و یا دفاع از خود نداریم. مورد چهارم، فشار خون کاهش می‌یابد. استراحت کامل بدن در طول شب باعث اتفاقی در فشار خون می‌شود که به آن فرو بردن شبانه می‌گویند. اگر فردی سالم باشید با یک خواب خوب فشار خونتان 5 تا 7 شماره پایین می‌آید. مورد پنجم، دمای بدنتان نیز پایین می‌آید.
متخصصان همیشه میگویند برای داشتن خوابی خوب دمای اتاق خوابتان را پایین نگه دارید. اما این توصیه تنها به این دلیل نیست که خوابیدن در حالی که موهایتان از شدت عرق به گردنتان چسبیده مشکل است. اتاق خنک در واقع تقلید از کاری است که بدن خود به صورت طبیعی انجام می‌دهد. وقتی خوابیم دمای هسته بدن افت می کند، پس خنک شدن قبل از خواب به راحتی آن کمک می کند. مورد ششم، فلج می شوید. در طول مرحله REM از چرخه خواب نمی توانید هیچ کدام از عضلات خود را تکان دهید. تنها عضلاتی که کنترل می شوند چشم ها هستند، همچنین تنفس نیز فلج نمی شود. فلج عضلات روش بدن برای جلوگیری از شوت کردن فرد بیگناهی است که در کنار شما خوابیده و یا به عبارت دیگر بدن می‌خواهد حرکاتی که در رویاهایتان انجام می‌دهید را در دنیای واقعی تکرار نکنید. فلج موقتی است اما می‌تواند تا 20 دقیقه طول بکشد. مورد هفتم، هورمون‌های رشد ترشح می‌کنید. حتی اگر قدتان بلند نشود دائم در حال رشد هستید. بعد از یک ورزش سخت سلول ها عضله می سازند. زخمی که هنگام پیاز خورد کردن به دستتان زدید را ترمیم می کنید. بدن ما در طول مرحله NREM خواب میزبان انواع مختلفی از هورمون رشد است که در طول زندگی به آن احتیاج داریم. یکی از واضح ترین روش ها برای دیدن کار کرده این فرآیند کودکانی هستند که دچار آپنه خواب هستند. آپنه خواب اختلالی است که در آن فرد در طول شب برای مدتی نمیتواند نفس بکشد. شایع ترین دلیل این اختلال در میان کودکان داشتن لوزه های فوق العاده بزرگ است. بعضی از این افراد تا زمانی که لوزه ها را حذف نکنند نمیتوانند درست استراحت کنند. بسیاری از این کودکان نسبت به سن خود قد کوتاهی دارند. بعد از اینکه لوزه ها برداشته می شود کودک می تواند به شکل طبیعی بخوابد و هورمون های رشد در بدنش آزاد شوند و مشکل قدش نیز حل می شود. مورد هشتم، هورمون های اشتها تنظیم می شوند. اگر بعد از یک شب که نتوانستید درست بخوابید همه غذاهای پرکالری درخشش عجیبی برایتان دارند، طبیعی است. بیشتر افراد زمانی به دنبال غذاهای پرکالری هستند که مدت زمان کمی توانستند بخوابند. مشخص است که این حالت به افزایش وزن منجر خواهد شد. محققان بر این باورند که هورمون‌های تنظیم احساس گرسنگی لپتین و گرلین زمانی از کنترل خارج می‌شوند که درست نخوابیده باشید. مورد نهم، ممکن است هنگام خواب راه بروید، حرف بزنید و یا حتی رانندگی کنید. افرادی هستند که در خواب حرف‌ها و حرکت عجیب و غریبی انجام می‌دهند. به این مشکل پاراسومنیا گفته می شود و خوشبختانه اکثر کسانی که این مشکل را در خواب دارند بی خطر هستند. راه رفتن در خواب و یا انجام فعالیت هایی در اواسط خواب که معمولا در مرحله سوم خواب یعنی NREM اتفاق می افتد بیدار کردن این افراد از خواب عمیق را دشوار می کند اما انجامش خطری ندارد. راه رفتن، صحبت کردن و رانندگی کردن در خواب معمولاً به دلیل کمخوابی و یا در نتیجه عوارض جانبی داروهای خاصی اتفاق می‌افتد. این اتفاق بیشتر در کودکان. و اما مورد آخر، گاهی پیش می‌آید که در طول خواب ناگهان از خواب بپرید و با خود بگویید من کجا هستم و اینجا کجاست؟ اما خیلی زود متوجه می شوید که این مشکل پاراسومنیا نیست. تنها یک واکنش طبیعی بدن است که ناگهان با یک حرکت سریع شما را از خواب پرانده است. ممنونم از این که ما را همراهی کردید. اگر این ویدیو را دوست داشتید حتما ما را در یوتیوب سابسکرایب کنید.